همکارم هوشمند امیرفخرایی که این گزارش رو تهیه کرده هم اکنون در استودیو همراه ما هستن. آقای امیرفخرایی، همونجور که در گزارش هم اشاره کردیم، میدونیم که در اجلاس گروه 7 پیرامون مسائل ایران هم صحبت شد، اما آخرین تحولات مرتبط با اجلاس گروه 7 در حال حاضر به چه صورته؟ همونطور که شما در مقدمه خبرم گفتین، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران وارد شهر بیاریتس، محل برگزاری کنفرانس گروه 7 در جنوب غربی فرانسه شده. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در توییتر خودش نوشته که رفتن آقای ظریف به شهر بیاریتس با دعوت ژان ایو لو دوریان وزیر خارجه فرانسه انجام شده و هدف از اون بحث در راجب مطالبی است که رؤسای جمهوری ایران و فرانسه هفته گذشته راجبش صحبت کردند. اما آقای موسوی تاکید کرده که قرار نیست که ملاقاتی بین هیئت ایرانی با هیئت آمریکایی انجام بشه. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم گفته که گروه 7 مجوز رسمی تماس با ایران رو به اون نداده، اما این اقدامات با هدف کاستن از تنش‌ها انجام میشه. پرزیدنت ترامپ هم با این اقدام فرانسوی‌ها مخالفتی نکرده، در واقع به گزارش خبرگزاری رویترز گفته که خوشحالی که از این قضیه، اما تاکید کرده که ترجیح میده که به راه و روش خودش با ایرانی‌ها رفتار کنه. هنوز از مفاد مذاکرات آقای ظریف در شهر بیاریتس خبری منتشر نشده، اما به نظر میرسه که فرانسوی‌ها تمام هم و غم خودشون رو روی این گذاشتند که به نوعی در قدم اول فشار تحریم ها بر ایران رو کاهش بده.